همه کار ما به کرا است، تلاوت ما به کرا شد، ختم تراوی ما به کرا شد، باقی خواندن ها همه به کرا شد. به جای این که حفاظ عصر امروز مظهر سخا و جود حفاظ عصر پیامبر می بودند، ممثل آرمان صحابه پیامبر می بودن، در عصر امروز بلکه همه را با خود کش می کنن. به هر وسیله که شما باید به اینها از دیگرا بیاید، نه این که اینها به دیگران مصرف کنن. خود را بزرگترین مستحق نفقه دانسته، با عنوان خدای نخواست مکسبه و وسیله جمع دنیا، از قرآن استفاده های نادرست و ناسالم را به دنیا عرضه کردن، در دنیای امروز طوری وانمود کردن. گرسنه ترین شخصیت ها باید علما و حفاظ بوده باشند. دسیسه های غلط را به نامی که ملا را بگیر بگو، حافظ را بگیر بگو، بده نگو، پس رنگ رنگ توتیه دسیسه ازارا رقم مشکل را به شخصیت های علمی ارجاع می کنند. آثار علم از اینجا شروع میش. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. از این آیه قرآن چهره های حفاظ صحابه را معرفی میکند. در سیاست ها و فرهنگ و تعلیم بلند قرآن باید همیشه بدانی موصوف به این صفات که در قرآن بیان میشه، در فهرست اول انسان ها اون هست فقط صحابه پیامبر علیه السلام و بعد کسایی که تا روز قیامت دنبالشان می روند. حالا کسایی که حافظ در عصر پیامبر بوده است، جناب الله سبحانه و تعالی صفتای شاخص و برجسته حفاظ کرام را بیان می کنه. خود شما یک متوجه شوین، یک دقیق ببینین، خود شما یک دقیق ببینین که صفات قاری قرآن را از چه قرار بیان میکنه. الله به من و شما رحم و کرم بفرماید. از منطق آیه های 29 سوره فاطر، همانا قرآن کریم چهره های حفاظ عصر پیامبر علیه السلام را بیان میکنه. چهره حفاظ را شاخص بزرگش بیان میکنه. کسایی که حافظ قرآن هستند در عصر پیامبر چی برجستگی داشتند. بعد زمانی که از این آیه 29 به تفصیل، با تفصیل بسیار واضح چهره های حفاظ عصر پیامبر را شناخته شد، ما سراغ حفاظ عصر امروز برویم. حفاظ کرامی که در جامعه امروز حفاظ قرآن هستند، اینا را ما بریم سراغشان، بعد از آن مقایسه کنیم، موازنه کنیم، بسنجیم به معیار حفاظ عصر پیامبر چی اندازه همخوانی و همسانی دارن، و بعد قضاوت را، فیصله را به همه شنوندگان موکول میکنیم. ان الذين يتلون كتاب الله، بدون شک آنانی که تلاوت میکنن کتاب الله را، کتاب الله قرآن کریم را تلاوت میکنن. ورتل القرآن ترتیلا، در آغاز صفت اولیشان این است که کتاب تلاوت میکنن، تلاوت را از خود نمیکنن، تلاوت را به اندازه که کتاب ازش می خواهد، یعنی تلاوت کتاب الله را می کنند، نه تلاوت خودشان. یک صفت حفاظ این است طالع کتاب الله هستند. پس آنچه که قواعد قرآن می خواهد، آنچه قواعد تجویدش می خواهد، آنچه قواعد تفکر و اندیشیدن در قرآن می خواهد، آنچه قواعد تدبر و عاقبت اندیشی در قرآن می خواهد، به همان سب قرآن را تلاوت میکنه. یک صفت زیبایشان همین هست، یک صفت زیبایشان همین است که قرآن را به قواعد اساسی تجوید و تدبر و عاقبت اندیشی که صحابه میخواندن امانطور میخواندن. اینک حالا حفاظ عزیز ما را که در عصر امروز تلاوت میکنن در مراسم خاص، ما میبینیم که چی انداز به تلاوت عصر پیامبر، با تدبر و تجوید و قواعد تلفظش، ادای مخارج است، حروفش به اینها چی میکنه، امخانی میکنه، مربوط به شماست. و اقام الصلاه، دوم شاخص بزرگش این است که اقامه نماز میکنن، یعنی قرآن را در نماز به طور زیبا میخوانن. در این دو صفت خوب دقیق شوین که شخصیت سازی هست،
و عبادت است که انسان خود به الله نزدیک کند. و انفقو مما رزقناهم، سومین صفتشان این است، مصرف میکنند در راه الله از آنچه که به ایشان داده ایم. پس این صفت سومی را باید مقایسه شود بهترین تمدن را، بهترین فرهنگ را برای حفاظ عزیز باید این آیت میداد که فرهنگ سخاوت، فرهنگ همدردی به ملتای بیچاره، یتیم، مسکین را کسای باید همیشه در دنیا مصدر خدمت و مظهر دیگران میشدن، همانا حفاظ عزیز بودن، همانا حفاظ عزیز. عزیزان عزیزم، شما سعی کنین که تمدن سخاوت را از کی باید آموخت؟ بلند بگو، از حفاظ عزیز. تمدن سخاوت انفاق فی سبیل الله را، انفاق به مجاهدین را، انفاق به یتیم را، انفاق به بیوه ها را از کسی باید آموخت که اونا حافظ قرآن هستند. شاید یک سوالیه باشد، حفاظ ما که ندارن چرا انفاق کنن؟ من این سوال را نمیپذیرم. چرا؟ حفاظ عصر پیامبر علیه السلام حسب طاقتشان از یک خرما شروع، از یک گلاس شیر شروع، تا جایی که توان داشتن اونا در خدمت یتیم مسکین بودن. پس حالا امخانی دنیای امروز را، حفاظ عزیز را، خدای نخواست اهانت توهین را به کسی اجازه نمیدهم. تنها این قدر میگویم، همه کار ما به کرا است، تلاوت ما به کرا شد، ختم تراوی ما به کرا شد، باقی خواندن ها همه به کرا شد. به جای این که حفاظ عصر امروز مظهر سخا و جود حفاظ عصر پیامبر می بودن، ممثل آرمان صحابه پیامبر می بودن، در عصر امروز بلکه همه را با خود کش می کنن. به هر وسیله که شما باید به اینها از دیگرا بیاید، نه این که اینها به دیگران مصرف کنن. خود را بزرگترین مستحق نفقه دانسته، با عنوان خدای نخواست مکسبه و وسیله جمع دنیا، از قرآن استفاده های نادرست و ناسالم را به دنیا عرضه کردن. از این خاطر باید فهمید و انفقو مما رزقناهم. این حفاظ عزیز صفت زیبایشان سومش این است، مصرف کردن با یک دنیای از محبت، برای این که از عبادت مال بیرون شوند، برای این که محبت خدا در دل تمرکز کند، برای این که در دنیا مظهر سخای پیامبر و اصحاب پیامبر باشند، برای این که به دنیا نشان دهند هر که به قرآن نزدیکتر است اون محبت مال به دلش کمتر است، هر که به قرآن نزدیکتر است اون سخاوتش بیشتر است. در دنیای امروز طوری وانمود کردن گرسنه‌ترین شخصیت ها باید علما و حفاظ بوده باشند. دسیسه های غلط را به نامی که ملا را بگیر بگو، حافظ را بگیر بگو، بده نگو، پس رنگ رنگ توطیه دسیسه ازارا رقم مشکل را به شخصیت های علمی ارجاع میکنند. از این خاطر باید این را فهمید، صفت سومش که و انفقو مما رزقناهم، مصرف میکنند در راه الله از آنچه که بهشان داده ایم. سرا و علانیتا معناش این است، هم خفیه هم علنی، یعنی گهی گهی نفلیات را انجام میدهند. نظر به ای که به قرآن دانا هستند، یکی از احادیثی که ترجمان قرآن هست میگوید رسول معظم در بخاری 7 نفر زیر سایه عرش رحمان هستند، یکی از 7 نفر امانا کسی هست به دست راستش نفقه کرده، دست چپ خبر ندارد. فلهذا حافظ قرآن که دست بالا به معانی و اسرار قرآن دارد باید داشته باشد از آن حدیث برجسته ترجمان قرآن خبر دارد. میخواهد روز قیامت از آدرس قرآن باید در جای باشد که عرش رحمان، سایه عرش رحمان در خدمت او باشد. او چیز به دست راستش برای خدا مصرف میکند، دست چپ خبر نمی شود. عبارت کنایه از صداقت و اخلاصش. بهترین تمدن حافظ عصر پیامبر اخلاص بود، بهترین تمدنشان حسن نیت بود، بهترین تمدنشان جان نثاری و قربانی بود. فلهذا از اینجا گفت سرن و علانیتن، گهی گهی برای ادای فرائض که به نام زکات هست حفاظ عصر پیامبر علیه السلام علنی به مظهر مردم زکات را توزیع می کردن، برای این که دیگران تشویق شود. بعد از ساختن خودشان جامعه، شخصت های دیگری هم به اصلاح گراییده شود. یا تعبیر دومش، مراد از انفاق در راه الله سبحانه و تعالی کسایی که در عصر پیامبر حفاظ بودند، تا
توانمندی مالی نداشتن، انفاق از علم قرآن کریم و حدیث پیامبر می کردن، امچو اصحاب صفه. پس شخصت های امروز حفاظ عزیز و طلاب عزیزی که جاینشین اصحاب صفه ان، اگر ثروت و مال دارن یقینا مسلمن بهترین سخاوتمند در جامعه امروز باید حفاظ و شخصت های علمی باشن و مانند عصر پیامبر. اگر ثروت مالی ندارن، خود قرآن بهترین ثروت و سرمایه هست. داشته ها و آموزه های سرشار قرآن بدون شک سرمایه سرنوشت ساز هست، ولی قرآن به دو بخش تقسیم می شود: برای ساختن باطن شخصیت ها، برای تزکیه دل ها، برای ساختن ظاهر به سیرت و صورت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام. فلهذا و انفقوا مما رزقناهم سرا، اینها در آنچه که در دل هاست، آنچه که در تزکیه دلها داشتن، برای ساختن دلهای دیگران او را به مصرف رسانیدن، دعوت کردن، ارشاد و تزکیه دادن. و علانیتا آنچه که برای ساختن ظاهر و سیرت ظاهری و اخلاق ظاهری و صورت ظاهری است، همخوانی عصر پیامبر ما هم آماده باشیم که اونها چه کار کردن. واقعا باطن و ظاهر انسان به سبک اصحاب پیامبر بودنش در کار است. اینک همه داشته های صحابه و حفاظ و قاریان عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم است، مگر متاسفانه امروز ما به نام چهره های علمی و حفظی که داریم همه این مسیر را رها کردیم. سرانجام آخرین آرمانشان را، آخرین خواستشان را از تلاوت کتاب خدا، از اقامه نماز، از انفاق در راه الله، از تعلیم و تزکیه، الله بیان میکنه که یرجون تجارت لن تبور، اینا میخواهن از پروردگارشان تجارت را که هرگز خسران، هلاکت، زیان ندارد. اینا پی تجارت روانن که اصلا در آنجا هلاکت و خسران متصور نیست، که او عبارت از رسیدن به رضای رب العالمین و به مقام شامخ بلند جنت است. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، برای اینکه الله سبحانه و تعالی پوره پوره دهد مزدشان در جنت و اضافه تر از مزدشان از فضل رب العالمین هم برایشان نصیب حالشان. بهترین جایزه ها، بهترین میدال ها را برای ستاره های قرآن الله سبحانه و تعالی در اینجا به معرفی گرفت. اما متاسفانه امروز قسمن آرمان حفاظ ما برای رسیدن به تجارت که سراسر خسران، برای رسیدن به مال و پول و پیسه در مسابقات بیشتر تلاش دارن از این صفاتی که قرآن به ایشان گفته بود. الله فرمود اینا کسایی هستن قرآن که میخوانن تجارت را آرمان دارن که هلاک نمی شود، ستاره های قرآنی را میدالشان در جنت داده می شود و از آن اجرشان بالاتر از فضل رب العالمین داده می شود، که آیه های قرآن را یک یک توسط حفاظ تلاوت شود، به هر آیت به منزل از جنت رسیده شود، به شمارش آیات به منازل جنت بلند بلند برود. پس آنجا کسایی که از اینجا در آمد و مکسبه وسیله دنیا ساخته بودند، مایوس، ناامید، زیانمند، مطابق نیتشان که به تجارت سرشار آرمان نداشتند. انه غفور شکور، الله بخششگر است برای تقصیر این حفاظ، چون حفاظ عصر پیامبر هم معصوم نبودن، حفاظ عصر ما هم معصوم نیستن. هرگاه تلاوات کتاب الله را، اقامه نماز را، انفاق را سرن علنا انجام دادن، نیتشان تجارت سرشار آخرت شد، در امچو مورد کوتاهی هایی که از اینا صورت میگیرد مورد بخشش اله قرار میگیرد. شکورون لی اعمالهم، الله قدردان است به اعمال این شخصیت ها.